بسم الله الرحمن الرحیم به نام آن که هستی نام از او یافت فلک جنبش زمین آرام از او یافت با نام یاد خداوند متعال که نامش زینت بخش هر کلام است و یادش آرامش بخش جانها و دلها عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند وقت شما به خیر خوشحالم در خدمت شما هستم از طریق برنامه به وقت بیداری برنامه که به طور زنده و مستقیم از بخش فارسی دری شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما عزیزان میگردد از همین الان ساعت هشت شب به مدت یک ساعت با این برنامه همراه باشید همچنین میتوانید از طریق شماره واتساپی و یا از طریق تلگرام با این شماره با برنامه خود همراهی کنید شماره مثبت 964 780 255 40 13 بینندگان عزیز و ارجمند در این برنامه در خدمت کارشناس محترم و استاد گرامی جناب دکتر فیاضی هستیم و به عنوان اولین برنامه که با موضوع بررسی کیفر الهی ماهیت، چگونگی و فلسفه کیفر الهی با جناب استاد گفتگو میکنیم خواهش میکنم با برنامه همراه باشید عرض سلام دارم خدمت شما بسیار خوش آمدید خوشحالم که در خدمت شما هستم تا اینکه انشالله گفتگو کنیم راجع به بحث بسیار مهم کیفر الهی با بینندگان آقاد سخن بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله لله رب العالمین و السلام و السلام علی محمد و الله آله الطاهرین عرض سلام دارم خدمت شما جناب نعمتی و همکاران گرامی شما عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم و ارجمنده که پیگیر این سلسله برنامه های به وقت بیداری هستند ان که بتوانیم در طی چند برنامه این موضوع مهم کیفر الهی فلسفه و ماهیت را در خدمت شما و در خدمت بینندگان محترم بتوانیم به قدر وسع و توان تقدیم بکنم و توضیح بدهم ان خیلی ممنونم از شما, شما. به عنوان آغاز و مطلع سخن یک روایت زیبا از وجود نازنین حضرت علی علیه السلام شاید خاطر بینندگان عزیز هم باشد که این امام بزرگوار فرمودند کسانی که خدا را عبادت میکنند سه دسته اند ادهی به خاطر ترس از جهنم و عذاب الهی عبادت میکنند که این عبادت مربوط به بندگان و بردگان و اجیران هست ادهی به خاطر شوق به نعمت های بهشتی عبادت میکنند این عبادت تاجران هست و اما ادهی خدا را به خاطر محبتی که دارند یا به خاطر شکر الهی عبادت میکنند که این عبادت آزادگان و احرار هست انشاءالله بتوانیم در طول این مباحث از بحث کیفر الهی و ترس برسیم به اون مراحل بالای عبادت منتها با به اون مقدمه ها نیاز هست اگر کمی صحبت کنیم راجع به این که این بحث چه ضرورتی دارد چرا باید گفتگو کنیم و بپردازیم به مسئله کیفر و عذاب الهی در جهان آخرت شاید محل بحث برای بینندگان واضحتر و روشنتر شود بله جناب نعمتی و بینندگان محترم و ارجمند توجه دارند که یکی از اصول اعتقادی ما که از مسلمات دین مقدس اسلام هست و باور به او به عنوان ایمان قلمداد شده است باور به معاد و روز جزا و روز پاداش است بله. در اصول اعتقادی ما در کنار باور به خداوند باور به وحدانیت باور و ایمان به نبوت و رسالت و امامت باور به معاد مطرح شده است و در خیلی از آیات قرآن مجید که شاید ده ها آیه است بیش از بیست آیه است اگر به صورت کلی اگر به این آیات نگاه بکنیم در کنار باور به خداوند مستقیما باور به معاد مطرح شده است بله. ان آمنو بالله و ال الاخر ایمان به خداوند و ایمان به روز جزا و ایمان به معاد از اهمیت والا و اهمیت بالایی برخوردار است از همین جهت بحث معاد و بحث خصوصیات معاد و از جمله بحث کیفر و عقاب در عالم آخرت یکی از بحث های مهم است که در آیات قرآن مجید و در روایات رسیده از معصومین بحث شده است و امروزه در خیلی از علوم اسلامی و دانشهای اسلامی در علوم عقلی و نقلی مای ما بحث مطرح شده است در مباحث و در علوم مثل فلسفه و کلامی بحث مطرح است حتی در علم تفسیر هم این بحث مطرح است بحث خصوصیات جهان آخرت و بحث کیفیت اقاب از جهان آخرت من به عنوان نمونه یک دو تا آیه را که هم نفیان و هم اثباتن بالاخره بحث معاد در کنار بحث باور به وحدانیت و خداشناسی مطرح شده است همچنان که باور به خداشناسی و باور به معاد را نشانه ایمان دانسته در کنار او بعض از آیات ما داریم که عدم باور به خداشناسی و عدم باور به معاد را نشانه کفر معرفی کرده است پس اثباتا و نفیا وجودا و عدما دوشا دوش باور به خداوند باور به معاد در کتاب قرآن مجید کتاب آسمانی ما مطرح شده است من به عنوان نمونه این دو تا آیه خدمت شما و بینندگان محترم تلاوت بکنم آیه اول آیه نهم سوره مبارکه نساس میفرماید یا ای الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم فان تنازعتم فی شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الى الله فردوه الى الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر. عجب. شما اطاعت از خدا بکنید اطاعت از پیامبر بکنید اگر در مسئله نزاع و اختلاف بین شما پیش آمد ایرو واگذار به خدا و رسول بکنید اگر ایمان به خدا و ایمان به روز جزا دارید درست در کنار ایمان به خدا ایمان به روز جزار مطرح کرده است این کنتم تؤمنون بالله ولیوم الاخر عرض کردم در ده ها آیه قرآن مجید آمده است به صورت اثباتی که در کنار باور و عقیده به خداشناسی و, و عقیده به وحدانیت عقیده به معاد را اشاره کرده یا یک آیه دیگر را عرض بکنم که در جنبه نفی و من یک فر بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی و لیوم الاخر فقط ذل دل ذلالا بعیدا جا. آیه 136 سوره مبارکه نسا در کنار کفر به خداوند در کنار عدم باور به خداوند عدم باور به ملائکه و فرشتگان الهی عدم باور به کتاب و رسولان میفرماید والیوم الاخر کفر به روز جزا کفر به معاد کفر به قیامت کسی اگر به اینها کافر باشد کفر به با خداوند داشته باشد کفر به با کتاب و رسول و کفر به معاد داشته باشد فقط ذل ذلالا بیتو اینا گمراه شده است یک گمراهی بسیار دور گمراهی دور گمراهی عمیق گمراهی عمیقی بالاخره اینها گرفتار است پس از نظر اثباتی و نفی مسئله معاد در کنار باور به خداشناسی و باور به وحدانیت مسئله مهم است. از همین جهت است که بالاخره بحث معاد و بحث قیامت همچنان که ماهیت بحث معاد و ماهیت قیامت در علوم اسلامی مطرح است شبهاتی هم در این زمینه مطرح شده است یکی از مسائل اساسی که در بحث معاد مطرح شده است و در حقیقت بحث چالش برانگیز هست و شبهاتی را در پی و به دنبال داشته است بحث مجازات دارد. و بحث کیفر در عالم آخرت و اقاب در عالم آخرت است همچنان که عرض کردم خصوصیت اساسی معاد و عالم قیامت به روز جزا و روز پاداش شناخته می روز پاداش یعنی اگر بندگان خداوند در دنیا مطیع خداوند بود اطاعت و بندگی خداوند را کرد بالاخره ممکن است به هر دلیلی اون پاداشی که لایق و شایسته او باشد در دنیا به او داده نشود بله. یا این دنیا ظرفیت این پاداش ها رو نداشته باشد پس باید یک جهان دیگری باشد که در اون جهان اون پاداشی که لایق و شایسته این بندگان مطیع است به او داده شود اون جهان جهان آخرت است معاد است عالم قیامت است نقطه مقابل هم همین گونه است ممکن است بعضی ها ظلم و ستمی کرده باشد بله. معصیتی را در این دنیا مرتکب شده باشد که هیچ گونه کیفری متناسب با اون معصیت و با اون ظلمی که در دنیا انجام داده است نباشد پس باید یک جهان دیگری باشد که در اون جهان دیگر متناسب با او پادا... متناسب با او کیفر داده شود درست. اقاب داده شود از همین جهت است که جهان آخرت و جهان معاد به روز پاداش و روز جزا شناخته می شود درست. از همین جهت است که در بعضی از نگاه اندیشمندان غیر مسلمان مخصوصا در اندیشه فلاسفه غرب اشکالات و شبهاتی بر این مسئله مطرح شده است که بالاخره چگونه می شود در جهان آخرت خداوند بندگان را کیفر بکند خدایی که حکیم است خدایی که مهربان است, است، مهربان خدایی که رحیم است. است خدایی که رفتار او بر اساس قسط و عدالت است پس چرا در جهان آخرت چرا اصلا مجازات باشد اصل مجازات چرا وجود داشته باشد اصل کیفر چرا وجود داشته باشد بر فرض این که ما اصل کیفر و اصل مجازات را ما قبول بکنیم چرا بعضی از مجازات های سخت مثل عقاب ابدی مثل جهنم. آتش جهنم مثل خلود در آتش جهنم جاودانگی در آتش جهنم چرا این گونه عقاب ها باشه اتفاقا یک سوالی که مد نظر بود همین بود که جناب استاد که با توجه به لطف بی پایان خداوند رحمت بی نهایت خداوند این که ما خداوند را به عنوان خالق رعوف و مهربان میشناسیم با کیفر الهی چگونه پشت. سازگاری دارد بلد. این نکته تا اینجا از صحبت شما مشخص شد که گفتگوی ما انشاءالله در این برنامه و برنامه های آتی که در خدمت بینندگان هستیم کیفر الهی در آخرت هست و ما بلد. کیفر الهی را در دنیا بحث نمی کنیم اون چی که موضوع و مد نظر هست کیفر در آخرت هست و اینکه این کیف اعتقاد داشتن به کیفر الهی در جهان آخرت آیا برای انسان سازنده هست همان گونه که اعتقاد به خداوند سازنده هست مفید است اعتقاد به قیامت و جهان آخرت مفید است اعتقاد به این مطلب که خداوند در جهان واپسین ادعی را کیفر میکند مجازات میکند اون هم مجازات هایی که اشاره کردید گاهی خیلی سخت و سنگین به نظر می آید آیا اعتقاد به این مطلب برای انسان سازنده است؟ بله بله قطعا یکی از بحث که انشالله چون بنا هست این سلسله برنامه بحث اقاب الهی یا کیفر الهی تایی چند برنامه خدمت شما و محضر بینندگان و محترم ارائه شود بله یکی از محورهایی که بالاخره قطعا ما در این برنامه بنا داریم او را به بحث و گفتگو گفت بگیریم بحث اثرات و نتایجی است که این عقیده و این باور در رفتار ما در زندگی ما و در سبک زندگی ما میگذارد بله. همچنان که اشاره فرمودید بالاخره عقیده و باور به خداشناسی و وحدانیت و باور به رسالت و نبوت در زندگی ما و در رفتار ما چه تأثیراتی دارد و چه نتایجی را به دنبال دارد قطعا باور به معاد و باور به کیفر الهی و باور به پاداش الهی در جهان آخرت برای ما سازنده است پس از همین جهت خیلی از اندیشمندان غیر مسلمان بر این مسئله شبهه کردن اشکال بله. کردن با توجه به اینکه خداوند رو ما حکیم میدانیم کار او بر اساس حکمت است کار او کار مستحکم است کار او بر اساس عدالت و قسط است مم. کار او بر اساس مهربانی است ما بالاخره دو نکتر توجه داشته باشیم خدایی که ما را اقاب می کند او رحیم و مهربان است و ما هم بنده او هستیم خدا بالاخره نسبت به بندگانش ما داریم بر اساس باورهای دینی ما که از مهر و محبت پدر و مادر به فرزند خداوند مهربان به بندگان است واقعیت هم این گونه است بله. واقعیت هم این گونه است که بالاخره خداوند مهربانتر است پس چگونه می شود با چه توجیهی ما این بحث کیفر الهی و اقاب اخروی را بیاییم بالاخره توجیه بکنیم تبیین بکنیم و او را بتوانیم بپذیریم از همین جهت روی بحث کیفر الهی ماهیت کیفر فلسفه کیفر و چگونگی کیفر شبهاتی مطرح شده است بحث های مختلفی در علوم اسلامی علوم عقلی و نقلی ما در علوم اسلامی مطرح شده است اندیشمندان مسلمان در این زمینه آمده است اظهار نظر کردن اندیشمندان علوم عقلی در مباحث فلسفی و مباحث کلامی پاسخ دادن و اندیشمندان نقلی ما در مباحث تفسیری در مباحث حدیثی بر اساس احادیث و روایات رسیده از معصومین آمده است بالاخره این مسئله را به تبیین گرفته است و بیان کرده است از همین جهت این پاس بحث بحث مهمی است. چون در مدت طولانی بالاخره طی قرنها و صده های مواجه با بعضی از شبهات بوده است مواجه با بعضی از چالش ها بوده است از سوی بعضی از اندیشمندان غیر مسلمان لذا از این جهت به نظر مناسب رسید که دلست. شایسته است طی چند برنامه بحث کیفر الهی ماهیت فلسفه و چگونگی مورد بحث قرار بگیرد و انشالله بتوانیم آهسته آهسته انشالله از مقدم مباحث مقدماتی ورود بکنیم به مباحث اصلی تا برسیم ان در مجموع یک نتیجه خوبی از طی این چند برنامه و این بحث ان خدمت شما و بینندگان محترم بگیریم ممنونم انشالا. از شما من این نکته دوست دارم باز هم عرض کنم خدمت بینندگان محترم این برنامه که چون اولین برنامه است که با این موضوع یعنی بررسی کیفر الهی ماهیتش فلسفه اش و چگونگی اش در خدمت استاد گرامی جناب دکتر فیاضی هستیم اون بینندگان عزیزی که علاقه مندن به این موضوع و الان پای گیرنده های خود هستند و تصویر ما را میبینند و صدای ما را میشنوند حتما چه موافق این مطلب هستند چه مخالف با بعضی از موارد و مطالب هستند یا سوال و شبهی در این موضوع در ذهنشان شکل میگیرد با برنامه خود ارتباط شوند از طریق این شماره مثبت 964 780 255 40 13 از طریق واتساپ یا تلگرام مطالب خود را به ما منتقل کنید ان شاء الله شب ها مطالب شما گفته میشه و ان شاء در حد توان برنامه پاسخ هم داده میشه جناب استاد اگر کمی بیشتر راجع به بحث ماهیت کیفر الهی گفتگو کنیم که این مجازات خداوند که در جهان واپسین و جهان آخرت گریبانگیر گنهکاران یا مجرمان میگردد چگونه از چه انواعی دارد چه سبک و مدل مختلفی دارد این مجازات بله برای اینکه به پاسخ این مسئله نزدیکتر شویم و از این مباحث مقدماتی ما و یک نتیجه محسوس و ملموسی برسیم یکی از بحث هایی که قطعا ممکن است به ذهن بینندگان محترم برسد یا کسانی که در این حوزه ممکن مطالعه داشته باشد و تحقیق و پژوهش داشته باشد بحث اقسام کیفر هست درست. کیفر اصلا چند قسم است چند نوع هست بالاخره چی گونه هایی دارد کیفر به صورت مطلق اگر در یک نگاه کلی خواسته باشیم بحث کیفر را تقسیم بکنیم کیفر به دو قسم تقسیم می شود کیفر کیفر اعتباری و قراردادی است و کیفر کیفر تکوینی است بله. کیفر قراردادی و کیفر اعتباری به کیفر گفته می شود که رابطه بین کیفر و بین جرم رابطه حقیقی یا رابطه علی و معلولی نیست عجب. یک رابطه قراردادی است اعتبار, سفر. اعتبار شده است مثل خیلی از مجازات هایی که امروزه در قوانین کشورها مطرح می شود اگر فلان جرم را مثلا فلان شخص مرتکب شد ای کیفر اوست باید حبس بکشد مثلا باید از خدمت انفصال پیدا بکند حق خدمت در دولت را نداشته باشد یا مثلا حتی تابعیت یک کشور از او سلب شود یا ممکن است از شهری از کشوری اخراج شود بیرون شود و یا چند مدتی در زندان و حبس در حبس و زندان باشد این کیفرها کیفرهای اعتباری و قراردادی است در کیفر اعتباری و قراردادی خصوصیت او این است که گاهی ممکن است بالاخره اون کیفر طبق اونچه که در قانون و در قرارداد آمده است اجرا شود عین همون بالاخره اونچه که در قانون آمده مثلا ده سال برای جرم ده سال زندان خود را بکشد تبعید مثلا مجازات اوس باید تبعید بکشه گای این گونه است گای در کیفرهای قراردادی و اعتباری ممکن است این مجرم و این گناهکار مشمول تخفیف هم شود بله. ما داریم بالاخره در قوانین کشورها که بعضی ها مثلا جرم او این است که باید ده سال در حبس باشد ده سال در زندان باشد اما به دلایلی بعد از چند سالی که زندانی خود را کشید مشمول عفو می شود بقیه سالها را بخشیده می شود و از زندان بیرون می شود بله. یا ممکن است مثلا اگر قرار است بر اساس قانون یک کشوری او شلاق و تازیانه بخورد او مورد تخفیف قرار میگیرد. کمتر بالاخره شلاق و تازیانه بخورد یا اگر تبعید است مثلا مورد تخفیف قرار می گیرد در یک منطقه خیلی دارای آب و هوای سخت فرستاده نشود یک جایی کمی مناسب تر باشد شامل تخفیف است گاهی ممکن است حتی مشمول عفو کامل قرار بگیره کلا بخشیده شود من با عنوان مثال عرض می کنم مثلا مثل این که قرار شده است اگر کسی فلان جرم را مرتکب شود باید اعدام شود بله. باید کشته شود اما گاهی ممکن است او بخشیده شود اعدام نشود مثل قصاص گاهی ممکن است اون ولی دم اون اولیای مقتول این قاتل را ببخشد و از پای چوبه دار مثلا جان او نجات پیدا بکنه بخشیده شود پس این خصوصیات کیفر قراردادی و اعتباری است گاهی بالاخره مر قانون عمل می شود عین اون کیفر عمل می شود گاهی تخفیف داده می شود و گاهی هم ممکن است کلا مشمول عفو شود این کیفر قراردادی و اعتباری است اما کیفر تکوینی اونه که بالاخره رابطه رابطه علی و معلولی است رابطه رابطه حقیقی است او بالاخره شامل عفو و تخفیف نیست درست او به گونه است که بالاخره مورد عفو قرار نمی گیرد متناسب با اون کاری که انجام داده است کیفر خود را می بیند من به عنوان مثال ساده ارز کنم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما در نظر بگیرید کسی اگر دست خود را در آتش فرو ببرد این کیفر کیفر تکوینی است که دست او میسوزد درست. دیگه بالاخره امکان ندارد کسی دست او در آتش قرار بگیرد نسوزد مگر اینکه مانعی باشد یک حفاظی مثلا بر روی دست او باشد آتش اثر نگذارد یا بالاخره اون آتش ممکن است خیلی آتش ضعیفی باشد مثل یک شعله شمعی باشد یا لحظه قرار گرفتن دست در کنار اون شعله شم خیلی اندک باشد که اثر نگذارد و الا اگر آتش آتش قوی باشد و هیچ حفاظ و محافظی بر روی دست انسان نباشد این اثر اثر قطعی است درست که او دست را سوزاند. کسی مثلا اگر در دریا در قرار بگیرد و شنا بلد نباشد بعد از مدتی ممکن است این آب داخل ریه‌ها و شش او قرار بگیرد و او را از بین ببرد این اثر اثر طبیعی است در بین آب قرار گرفتن و غرق شدن در آتش قرار گرفتن و سوختن مگر اینکه موارد استثنایی باشد و معجزه و کرامتی باشد که در طول تاریخ ما داریم نسبت به حضرت ابراهیم خلیل الا اثر طبیعی آتش سوزاندن است اثر طبیعی آب غرق شدن و انسان را از بین بردن است این کیفر کیفر تکوینی است کیفر تکوینی بین کیفر و بین اون کار رابطه حقیقی برقرار هست رابطه اللی و معلولی برقرار است. چون رابطه اللی و معلولی برقرار است، تخلف امکان ندارد درست. تخفیف امکان ندارد بخشیده شدن و عفو شدن امکان ندارد دلست. مگر اون موارد خاصی که بر اساس بالاخره معجزه و کرامتی که خداوند در ماهیت این آتش و در ماهیت این آب این اثر رو ایجاد میکند که از بین نبرد بالاخره نسوزاند او بحث دیگری است او خارج، او خارج از بالاخره این طبیعت این آتش است خارج از طبیعت این آب است چنانچه حضرت موسی کلیم و بنی اسرائیل از دریا عبور کردن و سالم عبور کردند حضرت ابراهیم خلیل در آتش قرار گرفت و نسوزان بحث معجزه است اما اثر طبیعی آب و آتش این اثر طبیعیش هست که درست. آب میست آب غرق میکند و آتش میسوزند می پس کیفرهای الهی در جهان آخرت کیفرهای حقیقی و تکوینی این هستن اینشالا این رو میرسیم برد. که بالاخره رابطه بین کیفر الهی و بین اون جرم و معصیتی که بنده مرتکب میشود از چه گونه است؟ آیا رابطه رابطه قراردادی و اعتباری است یا رابطه, رابطه رابطه تکوینی و تخلف ناپذیر است؟ درسته یک نکته هم که به ذهن بنده حقیر رسید این هست که بالاخره در کیفرهای که اعتباری هست قراردادی هست مثل این قوانین حقوقی بالاخره امکان خدشه وجود دارد که مجرم خدشه کند که بگوید من یک گناهی را مرتکب شدم یک جرمی مرتکب شدم که مثلا پنج سال حبس و زندان دارد چرا من را قانونگذار به ده سال حبس محکوم کرده اما در اون کیفر حقیقی و تکوینی دیگر جای مناقشه, مناقشه و خرشه وجود ندارد باید. چون خودش میداند که اثر طبیعی کار رابطه رابطه علی بله, این اثر طبیعیش این مجازاتی هست باید. که الان مشمول حال شده است uh, چون به میان برنامه رسیدیم جناب دکتر از شما اجازه میخوام و از بینندگان عزیز که بعد از یک میان برنامه کوتاه ادامه برنامه و ادامه بحث و گفتگو راجع به مسئله بسیار مهم کیفر الهی در جهان آخرت ماهیت فلسفه و چگونگی او گفتگو کنیم با بیان این شعر که یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد محبود من مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم و این سرافرازی رازی بس که تو خدای من باشی تو همان گونه هستی که من دوست دارم پس مرا چنان بساز که خود دوست دارم خدای من اگر از من نیکی هایم را بخواهی همه را به تو خواهم بخشید با این که خود به آنها سخت نیازمندم من بنده تو هستم و تو پروردگار منی خداوند. و تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو میپوشانم زشت گردانی تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم تا زین را به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم با نام یاد خداوند متعال و با سلام و سلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش خوشحالم که همچنان در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستم با برنامه به وقت بیداری خواهش میکنم که برنامه خود را همراهی کنید برنامه که به طور زنده و مستقیم هر شب از ساعت 8 الى نه تقدیم شما عزیزان می شود و تکراری برنامه هم فردای همان روز بعد از ازان ظهر و وقت کابل الله تقدیم شما عزیزان می گردد. گفتگو میکردیم با کارشناس محترم جناب دکتر فیازی در مورد کیفر الهی جناب استاد صحبت شد راجع به اینکه کیفر الهی ماهیتش چی هست و چگونگیش صحبت کردید که یک ارتباط حقیقی وجود دارد نه یک اعتبار به اصطلاح ارتباط اعتباری و اینکه سوالی که مطرح می شود راجع به انگیزه کیفر هاست به چه دل... دلایلی و به چه انگیزه های کیفر ها و مجازات ها صورت می گیرد و تا اینکه برسیم به این بحث که همین انگیزه ها آیا در جهان آخرت در مورد خداوند متعال و اینکه انسان ها رو کیفر می کند در اون جهان وجود دارد یا نه بله بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مباحث مقدماتی که در این زمینه نیاز هست دانسته شود اینه که ما انگیزه های کیفر رو در دنیا و در قوانین دنیایی ببینیم چگونه است بله. چه در قوانین دنیایی باشد و چه در کیفرهای شخصی باشد کسی مثلا در حق او ظلم شده است و بالاخره این ظلم را مکافات و مجازات میکند نسبت به ظالم میخواهد بالاخره ظلم را نسبت به او دوباره پاسخ بدهد و این احقاق کار... حق حقی بکند نسبت شخصی یا در حقوقی که در کشورها و در قوانین کشورها و دولتها وجود دارد اینها را بررسی بکنیم یک آ... به صورت آماری و گذرا و ببینیم آیا واقعا این انگیزه ها در کیفر اخروی و در مجازات های اخروی هم وجود دارد یا ندارد درست. چند انگیزه در کیفرهای دنیایی هست یکی از اون انگیزه ها تشفی قلب است آرامش قلب است یا به تعبیر ساده تر اگر بگوییم عقد خالی کردن هست مثل این است که کسی نسبت به یک نفری مثلا یک کتکی زده است یا مثلا یک سیلی زده است او میخواهد بالاخره پاسخ این کار رو بدهد شخصا بالاخره طرف مقابل را مجازات بکند یک زمانی بالاخره او را هم تحت مثلا ضرب و شتم خود قرار بده این یک مورد هست مورد دوم گاهی ممکن است کیفر برای تربیت و اصلاح فرد باشد درست تربیت و اصلاح فرد امروزه در خیلی از مجامع و در قوانین وجود دارد شما به عنوان مثال اگر ارز بکنم خدمت شما و بینندگان محترم در نظر بگیرید مثلا در مکاتب و مدارس گاهی ممکن است یک دانش آموز تنبل را معلم و استاد او کیفر بکند بله. مجازات بکند و او دستور بدهد مثلا از روی این صفحه کتاب چند بار بنویس یا مثلا تو حق نداری که مثلا زودتر به خانه برگردی در همینجا در مکتب و در مدرسه بمان و درسهای خود را چند ساعت همینجا پیش من بخوان و امثال اینا. یا ممکن است پدر و مادر فرزند خاطی را مثلا گاهی کیفر بکند از بعض امتیازات یا بعض تشویقاتی که قبلا انجام میداد از او محروم بکنند بله. این به خاطر تربیت است به خاطر اصلاح است یا در بین قوانین حقوقی و مدنی وجود دارد که اگر یک جرمی را مثلا افراد بزرگسال مرتکب شدند برای اونها زندان در نظر گرفته می شود اما اگر همون جرم را یک طفل خوردی که به سن قانونی نرسیده است مرتکب شود دیگه برای او زندان در نظر گرفته نمی شود بلکه یک مجازات جهت تعدیب او مثلا بله. کار اجباری بله، بله، در نظر بله،, بله همین است که در راستای اصلاح او باشد دلست. در راستای تربیت او باشد پس بعضی از کیفرها برای تربیت و اصلاح است اصلاح فردی بعضی از کیفرها در راستای اصلاح اجتماعی است یعنی برای این است که دیگران بالاخره این جرم را تکرار نکنند بله. <applause> <applause> یک بار کردن در اصلاح فردی خود این شخص در آینده تکرار نکند در اصلاح اجتماعی و تربیت اجتماعی دیگران تکرار نکند عبرتی برای, برای, دیگران باشد به با عنوان مثال گاهی ممکن است در مسئله اعدام مثلا که در خیلی از قوانین بعضی از کشورها وجود دارد این گونه باشد چون اعدام و کسی که کشته می شود و اعدام می شود برای او اثری ندارد او از دنیا می رود. اما برای دیگران عبرت است مایه اصلاحی برای دیگران است که این جور را دیگران مرتکب نشود دیگران دست به قتل نزند دیگران دست به جنایت نزند چون سرانجام قاتل کار قاتل و کار جانی اعدام شدن است بله. از بین رفتن است این گاهی ممکن است برای اصلاح و تربیت اجتماعی باشد گاهی ممکن است برای احقاق حق باشد حقی از مظلومی گرفته شده است و میخواهد این حق از ظالم ستانده شود و گرفته شود فرق نمی کند این احقاق حق چه توسط خود مظلوم باشد مظلوم میخواهد حق خود را از ظالم بگیرد چه توسط شخص سالس باشد حکومت قانون یک کسی دیگر یک واسطه دیگری میخواهد مثلا این حق را از او، این حق را از ظالم بگیرد کسی مثلا از کسی طلبی دارد کسی بدهکار است و این بدهکاری را ادا نمی کند درست این شخص طلبکار نمیتواند قدرت او و زور او نمیرسد که این بدهکاری را و این طلب خود را از او بستاند و بگیرد متوسل به قانون میشود متوسل به حکومت میشود حکومت حقاق حق میکند حق او رو میگیرد و داد او رو میستاند از طرف اون بدهکار و از اون ظالمی که حق ایره ظلم کرده است و حق ایره گرفته است گاهی پس برای حقاق حق. حق است و گاهی ممکن است این کیفرها انگیزه کیفرها برای پیشگیری باشد برای پیشگیری هم از این جهت است که ممکن است بالاخره این کیفر یک فاجعه ای و یک اثرات منفی در جامعه ایجاد بکند بلست. و قرار است اگر تکرار شود پیامدهای ترسناک و حولناکی در جامعه ایجاد بکند بالاخره در قوانین کیفری و مجازاتی در نظر گرفته شده است تا اینکه بالاخره از جرمها در آینده پیشگیری شود بله. این معمولا انگیزه های کیفر دنیوی است کیفر دنیوی است در قوانین یا در تعاملات شخصی این انگیزه ها وجود داره اما بیاییم بررسی بکنیم ببینیم آیا حقیقتا این انگیزه ها و این اهداف در اقاب اخروی و کیفر الهی هم وجود دارد یا وجود ندارد درست آیا فلسفه جهنم و فلسفه دوزخ که ما یک به عنوان یک از باورهای ماست به عنوان یک از آموزه های دینی ماست که بالاخره در آیات و روایات مطرح شده است کدام یک از این انگیزه ها وجود دارد؟ آیا اصلا این انگیزه ها میتواند قابل تطبیق باشد در کیفر الهی و در مجازات اخروی یا نمیتواند؟ قابل تطبیق باشد این بحث بحث مهمی است که ما بالاخره باید بیاییم این کیفرهایی که در دنیا وجود دارد و انگیزه هایی که در کیفرهای دنیایی وجود دارد او رو بررسی بکنیم که آیا می توانیم ما بالاخره در کیفرهای اخروی تطبیق بدیم یا نه شاید خیلی از کسانی که در بحث کیفر اخروی و کیفر جهان آخرت و در اقاب جهان آخرت دوچار شبه شدن آمدن مقایسه با این کیفرها کردن درست. مقایسه با این انگیزه ها کردن مقایسه با بحث تشفی با بحث اصلاح فردی اصلاح اجتماعی احقاق حق پیشگیری و امثال اینها مقایسه کردن دیدن با اینها قابل تطبیق نیست عجب. چون با اینها قابل تطبیق نیست لذا آمدن اصل کیفر و اصل مجازات اخروی را منکر شدن نتوانستن این مسئله را هزم بود پس شما می‌فرمایید جناب استاد که انگیزه خداوند متعال از مجازات کردن انسان در قیامت و آخرت متفاوت است با انگیزه هایی که نسبت به قوانین مجازات در دنیا وجود دارد. کاملا همین است می خواهیم همین رو بررسی بکنیم که آیا واقعا می شود این انگیزه ها رو ما در مورد کیفر الهی تطبیق بدهیم یا قابل تطبیق نیست درست اما انگیزه اول در کیفرهای دنیوی که انگیزه تشفی بود انگیزه به اصطلاح عقده خالی کردن بود آرامش قلب بود آیا می شود این انگیزه رو در کیفر الهی ما سرایت بدهیم و تطبیق بدیم قطعا ممکن نیست بالاخره در مورد انسان هاست خدایی که رحیم و مهربان به بندگان است عرض کردم خدایی که بالاخره نسبت به بندگان حتی از مهر و محبت پدر و مادر به فرزند مهر و محبت خداوند صد درجه و هزاران درجه بیشتر است قطعا بحث تشفی مطرح نیست چنانچه در اقاب و در کیفر پدر و مادر هم بحث تشفی نیست بله. پدر و مادر فرزند هرچه فرزند بدی باشد از باب تشفی او را کیفر نمی کند اگر کیفر هم بکند از باب اصلاح و تربیت است از باب تشفی نیست پس وقتی نسبت به پدر و مادر بحث تشفی مطرح نباشد نسبت به خداوند به طریق اولا بحث تشفی مطرح نیست چون نمی شود بالاخره خدایی که رحیم و مهربان است او را بگوییم از باب تشفی قلب بله. از باب عقده خالی کردن بندگان خود رو مجازات میکند بندگان خود رو عقاب میکند البته اگر طوری باشد که کسی در دنیا به فرد دیگری ظلم کرده باشد به انواع مختلف از ظلم ها و در آخرت پاداش و جزای اون ظلم را ببیند برای او کسی که مظلوم بوده یک آرامش خاطر و یک راحتی نفسی ایجاد میشود اما این در مورد خداوند متعال دیگر صدق در مورد نمی خداوند قابل صدق نیست بله این انگیزه ای اول بود اما انگیزه دوم و سوم و پنجم هم در اینجا قابل تطبیق نیست بلد. انگیزه دوم که اصلاح فردی بود انگیزه سوم که اصلاح اجتماعی بود دلست. و انگیزه پنجم که بحث پیشگیری بود چون همه این سه گزینه اصلاح فردی در جایی هست که زمینه عمل و تکلیف برای فرد باشه جهان آخرت جهان دیگه تکلیف نیست تکلیف در دنیاست اونجا باید انسان نتیجه و ثمره کار خود رو ببیند کار خوب کرده است در اونجا ثمره کار خوب رو ببیند نافرمانی کرده است معصیت کرده است پیامد کار بد خود را در جهان آخرت باید ببیند پس بحث اصلاح فردی مطرح نیست بحث اصلاح اجتماعی هم مطرح نیست چون برای دیگران هم زمینه تکلیف نیست تا مایه عبرت دیگران باشد درست. بحث پیشگیری هم مطرح نیست چون بحث اونجا زمینه عمل نیست که دیگران احتمال داشته باشد دیگران این جرم را این کار را مرتکب شود برای پیشگیری جامعه از این ظلم و ستم و از این بالاخره کار ما این مجرم را مجازات بکنیم این بهم. مجرم را بالاخره کیفر بکنیم پس گزینه اصلاح فردی اصلاح اجتماعی و گزینه پیشگیری باز هم در اقاب اخروی قابل تصدیق قابل قبول نیست مطمئنس. قابل تطبیق نیست اما احقاق حق چطور؟ آیا احقاق حق را می شود ما نسبت به کیفرهای الهی ما تسری بدهیم یا در او تطبیق بکنیم ایرو بپذیریم که از باب احقاق حق خداوند مجازات میکند این هم قابل قبول نیست خیلی از اندیشمندان مسلمان در بحث احقاق حق هم گفته است این قابل تطبیق نیست احقاق حق برای این است که بالاخره حق مظلوم از ظالم ستانده شود دلست. در جهان آخرت پاداش و جزا به دست خداوند هست خداوند پاداش نیکوکاران را میدهد و بدکاران را جزا و عقاب میکند پس وقت بحث احقاق حق نیست خداوند از رحمت خودش از اجر و پاداشی که به نیکوکاران میدهد اونقدر اجر و پاداش به نیکوکاران میدهد که او دیگر نیازی به این که بالاخره حق از ظالم ستانده شود یا ظالم مجازات شود در آتش بسوزد نیاز به این ندارد درست او قلب او بالاخره نیاز به این ندارد که او در مجازات قرار بگیرد و او در آتش قرار بگیرد تا آرامش خاطر پیدا بکنه بله. خداوند تمام اون که این نیاز داشته باشد از بالاخره پاداش از اجر در اختیار نیکوکاران قرار میدهد پس رابطه بین ظالم و مظلوم در اینجا معنا ندارد که از باب رابطه بین ظالم و مظلوم احقاق حق رو ما در اینجا تصور بکنیم احقاق حق رو ما در اینجا تطبیق بکنیم خداوند به نیکوکاران پاداش کامل میدهد و بدکاران رو متناسب با اون گناهی که انجام داده است متناسب با اون معصیتی که انجام داده است کیفر او کیفر تکوینی است بله. رابطه بین معصیت و بین کیفر او رابطه نیست نه از باب احقاق حق دیگران مخصوصا و مخصوصا این نکته را ارز بکنم که اگر مخصوصا نسبت به حق خداوند باشد این معصیت و نافرمانی که این بنده خدا انجام داده است نسبت به حق الله باشد روزه و نماز را مثلا ترک کرده است حقوق واجب الهی را ترک کرده است پس اینجا احقاق حق معنا ندارد چه حقی را خداوند از او بگیرد خداوند که به این نماز روزه بندگان نیازی نداشته است خداوند بالاخره به با این که ما او را بندگی بکنیم نیازی به ما ندارد درست. اگر ما بندگی خدا را میکنیم برای سعادت ماست برای خوشبختی ماست برای کمال ماست برای ترقی و پیشرفت ماست برای خداوند سودی ندارد نقطه مقابل معصیت و نافرمانی ما هم نسبت به خداوند گونه نقصی بر او وارد نمی کند اگر ما معصیت و نافرمانی میکنیم این به خاطر نقص بر ما ایجاد می شود ما از کمال باز میمانیم ما از سعادت و خوشبختی و نیکبختی محروم میشویم پس به ضرر ماست یه حقی نیست که بالاخره خداوند احقاق حقی بکند و فردا این حق رو از ما بستاند و بگیرد پس هیچ کدام از انگیزه هایی که برای مجازات های دنیایی مطرح شد در مورد کیفر آخرتی وجود ندارد و در حقیقت اون مجازات و کیفر آخرت یک معلولی هست که علتش کارهای خود ما هست بلد. به اصطلاح معروف از ماست که بر ماست هر چه کنیم و هر چه انجام بدهیم در دنیا نتیجهش رو در آخرت میبینیم چه خوب باشد و چه بد و قطعا چنین اعتقادی و چنین تفکری تاثیر زیادی بر روی انسان میگذارد که اعمال خود را اصلاح کند و اعمال خوب و اعمال نیکی بیشتری را در پرونده خود جمع کند تا اینکه خدای نکرده گرفتار عذاب اخروی نشود نه. جناب و استاد با توجه به فرصتی که از برنامه باقی مانده اگر برگردیم به اون سوال اصلی که ماهیت این کیفر الهی با توجه به اینکه خداوند رحیم است بله. خداوند مهربان است خداوند رعوف است لطیف است و بسیاری از این اوصاف جمال الهی که ما در مورد خداوند متعال میدانیم این اوصاف چگونه با عذاب کردن انسان جور در می آید و فلسفه این عذاب چی می تواند باشد من از همین جهت خدمت شما و بینندگان محترم ارز بکنم که چون این بحث انگیزه های کیفر دنیایی در کیفر جهان آخرت و در کیفر الهی قابل تطبیق نیست لذا اندیشمندان مسلمان دنبال پاسخ این مسئله آمده است دوست دوست. جستجو کردن چه راه حلی وجود دارد چه دوست. فلسفه برای کیفر الهی وجود دارد حدود ده یازده تا پاسخ در این زمینه وجود دارد که بالاخره یکایی که این پاسخ ها رو باید ما بررسی بکنیم یکایی که این پاسخ ها رو نگاه بکنیم آیا واقعا این پاسخ هایی که مطرح شده است میتواند حقیقت کیفر الهی را بیان بکند آیا میتواند فلسفه کی کیفر الهی و ماهیت کیفر الهی رو بیان بکند یا نمیتواند آیا بحث مثلا بعضی ها گفتن این مقتضای عدل الهی است بله. آیا میتواند واقعا کیفر الهی مقتضای عدل او باشد و بر اساس عدالت کیفر بکند یا نه ؟ حتی بعضی مسئله رحمت رو مطرح کردن بله. گفتن رحمت خداوند باعث میشود که ای را عذاب بکنه تو خود اون عذاب رحمت هست اما به صورت خلاصه این را عرض بکنم ان در توضیحاتی که در ادامه این سلسله ها در خدمت شما و بینندگان محترم ارائه خواهد شد و اشاره خواهد شد اینه که خیلی ها نظرش اینه که این رابطه رابطه تکوینی است آه. این رابطه رابطه قراردادی نیست که بالاخره خداوند قرارداد کرده باشد اعتبار کرده باشد شما اگر معصیت مرا نکردید در جهان آخرت من شما را کیفر میکنم عینا مثل قوانین دنیایی اگر فلان جرم را کسی مرتکب شد مثلا جزای او حبس باشد جزای او مثلا فرض کن اعدام باشد جزای او تبعید باشد جزای او جریمه نقدی باشد این گونه نیست این رابطه رابطه تکوینی است در حقیقت اگر ما در دنیا بعضی از معصیت ها و نافرمانی رو ما انجام می دهیم همون جا ما با اون معلول و با اون بالاخره اثر می رسید. این اثر رو برای خود خریداری کرده ایم اینان مثل اون آیه شریفه است کسی اگر مثلا مال یتیم را میخورد خورد آتش جوز. را میخورد خورد لا اله الا این در حقیقت این اثر اثر طبیعی است اثر تکوینی است ممکن است ما درک نکنیم این را ما در دنیا متوجه نشویم اما در جهان آخرت متوجه میشویم که حقیقتا مال یتیم خوردن مال مردم خوردن ظلم کردن در حق دیگران مثل این است که ما آتش را ایم آتش را بالاخره برای خود خریده ایم این رابطه رابطه تکوینی است معصیت و نافرمانی خداوند را کردن در حقیقت دور شدن از سعادت است دور شدن از کمال است دور شدن از خوشبختی است دور شدن از خوشبختی باید زمینه او این باشد که در بالاخره در جهان آخرت در مکانی قرار بگیرد که اون مکان مکان غیر قابل تحمل باشد اون مکان برای او عذاب باشد اون مکان برای او عقاب باشد چون ما این بالاخره از سعادت در دنیا دور شدیم دنیا دنیا دار تکلیف است جهان بالاخره تکلیف است جهان عمل است درست. جهان آخرت جهان حساب است جهان سمره است جهان نتیجه است هر را که ما در دنیا کاشته ایم ثمره و نتیجه رو باید در جهان آخرت ما باید ببینیم بله. پس نمی شود که ما این رابطه رو بگوییم رابطه رابطه قراردادی است دلست. رابطه اعتباری است رابطه رابطه تکوینی است عینا مثل کار یک زارع و یک کار کشاورز است دلست. کشاورزی که اگر گندم می کارد نمی تواند جو درو بکند نمیتواند بالاخره جوانه یک محصول دیگری درو بکند قطعا گندم او برداشت میکند اگر جو بکارد جو درو میکند گندم از گندم بروید جو جو بسیار ممنون متشکرم متشکریم نکات واقعا مفید و جالب بیان شد و دانستیم که در حقیقت ماهیت کیفر و مجازات خداوند برمیگردد به مسئله ارتباط دنیا و آخرت و اینکه اعمال ما در دنیا چه اثر و نتیجه برای خود ما در آخرت به همراه خواهد داشت که اگر مجازات خداوند قراردادی می بود، اکثر بندگان میخواستند که خداوند این قرارداد را بردارد و اونها را ببخشد اما اگر نتیجه عمل خود انسان باشد که آتش گردد و در جان انسان بیفتد این رو دیگر هیچ کسی نمیتواند کاری بکند و باید اون فرد و مجازات را حتما تحمل کند و بچشد و بکشد بسیار ممنونم از شما جناب دکتر و مطالب خوبی که بیان کردید چون فرصت برنامه تمام هست انشاءالله وعده ما با بینندگان شنبه هفته آینده با همین موضوع در خدمت شما استاد گرامی سمید. هستیم تشکر از شما بینندگان عزیز همراه با برنامه یک بار دیگر خدمت شما عرض می کنم که این برنامه به عنوان اولین برنامه و اولین جلسه با این موضوع موضوعی بسیار خوب و مهم و مسئله اعتقادی بسیار سازنده است اگر علاقه مند هستید حتما مطالب خود و سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید از طریق این شماره مثبت 964 780 255 40 13 دارم برنامه را با بیان این شعر در اوصاف و جایگاه مولایمان آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف به پایان ببرم بوی گلها عالمی را مست و حیران می کند دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند مدعی گوید که با یک گل نمیگردد بهار من گلی دارم که عالم را گلستان می کند روز و روزگار بر شما خوش خدایا رو نگهدار شما